بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 25. قرآنی را که تلاوت می کنند اگر به زیبایی جلد و ورق و خط توجه داشته باشند یا بر روی رحل مشبک بخوانند و آن رحل مؤثر در حالت قرائتشان باشد، حضوظ نفس است. سجاده ساده و سفید مطلوب است. سجاده های زیبا و منقش و ملون حضوظ نفس است. تربت سید الشهدا علیه السلام اگر به صورت مهرهای معمولی گرچه ناصاف باشد تربت است، اما اگر صاف بودن آن مد نظر گرفته شود از حضوظ نفس است. و باید درست ملاحظه کرد که شیطان تا به کجا دایره مأموریت خود را توسعه داده و در سجدگاه مؤمن شیعه آن هم بر روی تربت پاک آن زمین مقدس دوست دارد اثر خود را به جای گذارد. تسبیح های زیبا که در ذکر انسان مؤثر است همگی حضوظ نفس است و آکدا امامه و عبا و ردا و غیرها از آن چیزهایی که در عبادت و نماز و دعا و زیارت و تلاوت و ذکر و ورد مؤمن مؤثر باشد. می فرمودند خواستن خوابها و رویاهای معنوی و روحانی از حضوظ نفس است. طلبیدن مکاشفات و اتصال با عالم غیب و اطلاع بر ضمائر و عبور از آب و هوا و آتش و تصرف در امور کائنات و شفا دادن مریضان همگی حضوظ نفسند. می فرمودند من تعجب می کنم از این دسته از سالکین که مکاشفه می خواهند. چشم باز کنند همه این عالم مکاشفات است. من تعجب می کنم از این دسته از سالکین که مکاشفه می خواهند. چشم باز کنند همه این عالم مکاشفات است. مکاشفه تنها دیدن صورت در زاویه به صورت خاص یا حالت استثنایی نیست. هرچه کشف از اراده و اختیار و علم و قدرت و حیات حضرت حق کند مکاشفه است. چشم باز کن و بنگر که این عالم خارج هر ذره‌اش مکاشفه است و حاوی عجایب و غرایب که فکر را به منتهای آن دسترس نیست. اگر کسی در راه سیر و سلوک و به طور کلی غیر از این راه غیر از خدا چیزی را بخواهد، خداوند را نخواسته است و همون خواست او که نفسانی است مانع از وصول وی به ذات اقدس حق خواهد شد. اگر کسی در راه سیر و سلوک غیر از خدا چیزی را بخواهد، خداوند را نخواسته است و همان خواست او که نفسانی است مانع از وصول وی به ذات اقدس حق خواهد شد. اگر بهش بخواهی و یا حوریه و غلمان به طلبی، خدا را طلب ننمودی. اگر مقامات و درجات بخواهی ممکن است خداوند به تو مرحمت کند، ولی خدایی را نخواستی و در همان مقام و درجه میخکوب شدی و ارتقا از آن درجه برای تو محال است، چون خودت نخواستی و خودت نطلبیدی. اگر جبرئیل فی المثل نزد تو آید و بگوید هر چه میخواهی بخواه، از درجات و مقامات و سیطره بر جنت و جهیم و خلت حضرت ابراهیم و مقام شفاعت کبرای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و محبت آن پیامبر عظیم را تو بگو من بنده ام. بنده خواست ندارد، بنده خواست ندارد. خدای من برای من هر چه بخواهد آن مطلوب است. من اگر بخواهم به همین مقدار خواست که مال من است و متعلق به من است، از ساحت عبودیت قدم بیرون نهادم و گام در ساحت عز ربوبی نهادم، چرا که خواست و اختیار اختصاص به او دارد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و پروردگار تو
آنچه را که بخواهد می آفریند و اختیار می کند. برای این مردم ممکن الوجود اختیار و انتخابی نیست. منزه و عالی مرتبه از خداوند از شرکی که به او می آورند. آیه 68 سوره قصص. حتی نگو من خدا را می خواهم. تو چه کسی هستی که خدا را بخواهی؟ تو نتوانسته ای و نخواهی توانست او را بخواهی و طلب کنی. او لامحدود و تو محدودی. طلب تو که با نفس تو و ناشی از نفس توست محدود است و هرگز با آن خداوند را که لایتناهی است نمیتوانی بخواهی و طلب کنی، چرا که آن خدای مطلوب تو در چارچوب طلب توست و محدود و مقید به خواست توست و وارد در ظرف نفس توست به علت طلب تو. بنابراین آن خدا خدا نیست. آن خدای متصور و متخیل و متوهم به صورت و وهم و خیال توست و در حقیقت نفس توست که آن را خدای پنداشته ای. بنابراین آن خدا خدا نیست. آن خدای متصور و متخیل و متوهم به صورت و وهم و خیال توست و در حقیقت نفس توست، اما آن را خدا پنداشتی. بناءً علی هذا دست از طلب خود بردار و با خود این آرزو را به گور ببر که بتوانی خداوند را ببینی و یا به لقای او برسی و یا او را طلب کنی. تو خودت را از طلب بیرون بیاور و از خواست و طلبت که تا به حال داشته ای صرف نظر کن و خودت را به خدا بسپار. بگذار او برای تو بخواهد و او برای تو طلب کند. در این صورت دیگر تو به خدا نرسیدی همانطور که نرسیده بودی. در این صورت دیگر تو به خدا نرسیده ای همانطور که نرسیده بودی و نخواهی رسید. اما چون از طلب و خواست بیرون شدی و زمامت را به دست خدا سپردی، او تو را در معارج و مدارج کمال که حقیقتش سیر الالله با فنای مراحل و منازل و آثار نفس و بالاخره اندکاک و فنای تمام هستی و وجودت در هستی و وجود ذات اقدس وی می باشد سیر می دهد. خدا را شناخته است. خدا را شناخته است، نه تو خدا را. وصول ممکن به واجب محال است. در آنجا دو چیز بودن محال است. ممکن و واجب و وصول همه اینها ذم و ذمیمه است که مستلزم ترکیب ذات اقدسش بوده و بالاخره سر از حدوث وی در می آورد و این منافات با قدم او دارد. فنای مطلق و اندکاک اب در ذات او و از بین رفتن و نیست شدن او در جلال و جمال او چه اشکالی دارد؟ ولی باید دانست که در آن ذات بحت و صرف و غیر متناهی بنده ای نمیتواند برود گرچه فانی شود، چرا که عنوان بنده و عنوان فنای بنده را هم ذات وی نمیپذیرد. در آنجا غیر ذات چیزی نیست، نه بنده است نه فنای او، نه بنده است و نه فنای او. آنجا ذات است و ذات ذات است. آنجا خداست و خدا خداست. کان الله ولم یکن معه شیء والآن کما کان. خداوند بود، با او چیزی نبود و اینک هم خداوند همانطور که بوده است می باشد. همه باید بدانند که مراد از لفظ
همه باید بدانند که مراد از لفظ وصول و لقاء و عرفان ذات احدی یک نه معانی نیست که مستلزم دعیت و بینونت باشد. مراد از معرفت و مشاهده و لقاء و امثالها همگی اندکاک و مقام فنای مطلق است، به سبب آنکه خداست فقط که به خود معرفت دارد و معرفت غیر او به خدا مستحیل است. افرادی که به فنای مطلق نرسیدند او را نشناختند، چرا که محدود غیر محدود را نمی‌شناسد، و افرادی که به فنای مطلق رسیدند وجودی ندارند تا او را بشناسند. وجود یک وجود بیش نیست و آن وجود حق است جل و علا. اوست که خودش را می‌شناسد. او اولا خود را شناخته بود و اینک هم خود را می‌شناسد، و الان کماکان نهایت سیر هر موجودی فنای در موجود برتر و بالاتر از خود است، یعنی فنای هر ظهوری در مظهر خود و هر معلولی در علت خود، و نهایت سیر انسان کامل که همه قوا و استعدادهای خود را به فعلیت رسانیده است فنای در ذات احدیت است، و فنای در ذات الله است، و فنای در هو است، و فنای در ما لا اسم له ولا رسم له می باشد. این از غایت سیر هر موجودی و غایت سیر متصور در انسان کامل و غایت سیر انبیاء و مرسلین و ائمه طیبین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، و منظور و مراد صحیح از معرفت و نتیجه سلوک و سیر به سوی او، به سوی مقام مقدس او جل شأنه، و سیر عملی عرفانی و بحث‌های علمی عرفاء بالله علت اسماؤهم همین است نه چیز دیگر. فتأمل یا اخی فی هذا المقام فإنه من مزال الاقدام و هبک الله هذا بمحمد و آله اجمعین. شاید اشاره به همین معنا باشد، دو بیت صدر المتألهین شیرازی که در عشق و عرفان به خداوند سروده است: آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه، در معرکه دو کون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه. گویند صدر المتألهین شعری به زبان پارسی غیر از این دو بیت نسروده است، لیکن در تفسیر سوره سجده صفحه 10 ابیاتی در عظمت قرآن و در صفحه 34 ابیاتی در عظمت رسول خدا و ربطش با روز جمعه به فارسی آورده است و گفته است: این اشعار را خودم در وقت حال سرودم.